أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و اشکره و استعینه و استغفره و اتوکل علیه و اصلی و اسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر رحمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین و صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین و صل علی ائمة المسلمین وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين وسل على بقية الله في الأراضين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم أمركم ونظم أمركم. خداوند علی علا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه شکرگزاری میکنم. خودم و همه عزیزان، خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. اگر در همه امور زندگیمان شخصی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی تقوا را مد نظر بگیریم و نصب العین قرار بدهیم، قطعاً مسیر سعادت را می پیماییم و برکات الهی نصیب ما خواهد شد. لذا مأموریم هم خودمان تقوا را رعایت کنیم و هم دیگران را به رعایت تقوا تذکر بدهیم و وادار کنیم. امیر بیان، قرآن ناطق، امام سفید رویان علیه افضل صلوات المسلین فرمودن آگاه باشید، تقوا را حفظ کنید و با تقوا خودتان را حفاظت کنید. الا فسونوها و تسونو بها. نماز جمعه که از عبادات بزرگ و ارزشمند است و پیامبر بزرگوار با عنوان حج مساکن این برنامه عبادی اجتماعی را معرفی کرده، عهده‌دار وظایف خطیر و سنگینی است، از جمله بیداری و هوشیاری و تأمین منافع جامعه اسلامی. به همین دلیل در خطبه اول مباحث بنیادی و در واقع محوری را با منظر و محوریت قرآن و اخلاق پیامبر دنبال می‌کنیم. در این هفته موضوع بحثمان عاقبت به خیری است. عوامل و ابزار عاقبت به خیری، آثار عاقبت به خیری از موضوعات است که در خطبه اول مطرح می‌شود. در خطبه دوم به مناسبت نزدیک شدن به ماه محرم موضوع بحثمان بایدها و نبایدهایی که در محرم باید
مورد توجه قرار بگیرد. عشق و آثار عشق و عزاداری موضوعات اجتماعی از مطالب است که در خطبه دوم با آنها اشاره خواهیم کرد. اما بحث خطبه اول، عاقبت به خیری چیست و چه عامل انسان را عاقبت به خیر می کند؟ همون گونه که همگان توجه داریم، عمر ما انسانها مجموعه از لحظات است. انما عمرک انفاس معدده، تعبیر آقا امیرالمؤمنین، عمر شما نفسهای است شمرده شده. کسی که 100 سال عمر میکنه، اگر به ماشین حساب بیاندازیم، هم روزهاش معلوم میشه، هم ساعاتش، هم دقایقش، حتی ثانیه هاش. پس عمر ما مجموعه از لحظه ها و در واقع فرصت هاست. یکی از اون لحظه ها لحظه آخر عمر است، پایان عمر است، که اونجا اگر انسان با خیر سپری کرد، عاقبت به خیر می شود. باید تلاش کنیم در اون لحظه، در اون دقیقه، در اون فرصت پایان کار، با ایمان کامل، با توبه مقبوله، با کمال باور این دنیا را وداع کنیم. اگر ذره کوتاهی کنیم، ذره بی‌موالاتی کنیم، امکان دارد در همان لحظه شیطانی که 63 آیه قرآن او را معرفی کرده، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو، و شیطان دشمن شماست، این دشمنتان را بشناسین و به عنوان دشمن با او برخورد کنین، در اون لحظه ممکن است تلاش بکند ما عاقبت به خیر نشویم. به همین دلیل است که در عبارات داریم والعاقبت للمتقین، عاقبت مال پرهیزکاران است، مال با تقوا هاست. امیر بیان فرمودن خیلی وقتها کارها به ظاهر سخت است، ناپسند است، اما عاقبتش خیر است. خیلی وقتها ظاهر کارها خوبه، اما عاقبتش شر. مکروه تحمد عاقبته، کاری که سخت است، ناپسند است به ظاهر، اما عاقبتش خیر است. خیر ای بهتر است من محبوب تزم مقبته، از اون کاری که آدم فکر میکنه خوب است اما پایانش شر و بد است. پس خیلی مطلب مهمی است که لحظه آخر عمر ما با سلامت این دنیا را وداع کنیم. حالا عوامل عاقبت به خیری، قبل از اونی که من عوامل را مطرح کنم، از نظر تاریخی، قرآنی، از نظر خلاصه تقسیم بندی، ما می توانیم انسانها را به چند دسته تقسیم بکنیم. یک عده انسانها هستند از اول تا آخر عمر در مسیر صحیح هستند، از لحظه تولد، از لحظه تکلیف تا لحظه جوانی، میانسالی، پایان عمر، همه در مسیر صحیح هستند. این گونه افراد بسیار کمند، اندکند. اگر بخواهیم بارزترین مصداق این گونه انسانها را معرفی کنیم، ائمه معصومین هستند، اولیای الهی هستند. در دعاهای منسوب به معصومین این عبارت را داریم: اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یک چشم به هم زدن ما را به خودمان وامه گذار، ولا تهوجن الی احد من خلقک، ما را نیازمند به انسانها نکن، و ثبت قلب علی طاعتک، قلب ما را همیشه استوار برای طاعت و بندگی،
مهیا کن. اللهم اعصمنی به حبلک، خدایا ما را با ریسمانت و اون حبل محکم و استوارت حفظ فرما و محافظت فرما. خب یک عده انسان ها این گونه هستند. ام سلمه همسر پیامبر نقل می کند، دیدم پیامبر در بستر نیست، در محل استراحت نیست، دنبال پیغمبر حرکت کردم، دیدم مشغول دعا کردن است. در حالی که دعا می کند اشکهای پیامبر جاری است و عرضه می دارد و می خواند اللهم ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، خدایا لحظه مرا به خودم وامگذار. میگوید از گریه اش متأثر شدم و گریستم. پیامبر بعد از گریه با من شروع کرد به صحبت کردن. عرض کردم یا رسول الله، تو که خدای متعال اینقدر عزیزت می‌دارد و این همه زحمات و خدمات برای انسانیت داری و آیات در شأن تو نازل شد، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما، سوره مبارکه فتح آیه دوم تلاوت کرد. فرمود با این حال چرا این گونه اشک میریزی و متأثری؟ پیغمبر فرمود چرا گریه نکنم، چرا با خدا توسل نکنم؟ و ما یؤمنونی، چی چیز مرا در امنیت قرار میدهد جز رابطه با خدا؟ یک ایده این طوری هست، اینها انبیاین، اولیاین، لحظه‌ای غافل نیستن. اونها هم اگر عاقبت به خیر هستن به دلیل اون رابطه است. لا تکلنی الی نفسی، یک لحظه غفلت نمی کردن. گروه دوم کسانی هستند که از اول تا آخر مسیر را رها کردن، در مقابل فرامین الهی لحظه ای تعظیم نکردن، تکریم نکردن. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یسلونها و بئس القرار. ادهی نعمت ها را در مسیر مخالف هزینه کردند، باعث بیچارگی و ذلت مردم و اطرافیانشان شدند. اینها جایگاهشان جهنم است. این دو گروه تعرف الاشیاء به ازدادها. گروه سوم کسانی بودند که در اوائل خوب بودند، در آغاز خوب بودند، اما فرجام خراب داشتند، پایان بد داشتند. انسان‌هایی که به هر دلیلی اول مسیر را پیدا کردند، هدایت شدند، اما با غفلت از مسیر دور شدند. ما در تاریخ بشریت از این نمونه‌ها زیاد داریم. بر سیسای عابد از عباد بنی اسرائیل، ابن سعدها، شمرها و بسیاری از کسان و جوامعی که در ابتدا به مسیر بودن بعد عاقبت به خیر نشدن، بخشی از مردم کوفه که با امیر مؤمنان بیعت کردند و بعد نقض بیعت کردند، و تعداد از کوفیان که با فرستاده ابی عبدالله مسلم ابن عقیل بیعت کردند و پایان کارشان ختم بشر شد. اینم گروه سوم. گروه دیگری داریم. این تقسیم بندی اگه حقیقت تاریخی است که در ابتدا منحرف بودن، از مسیر دور بودن، اما به دلائلی که از جمله میتوان گفت سعی و تلاش و در ادامه عواملش را عرض میکنم، راه استوار را پیدا کردن و توانستن اوائل زندگی را جبران کنن و عاقبت را ختم بخیر کنن. زهیر ابن قین، بشر حافی، فزیل ابن عیاض، امروز
تیجانی ها، محمود ابو ریه امثالهم از کسانی هستند که به حقیقت اینها مسیر را پیدا کردند و معتقد هستیم اینها عوامل عاقبت به خیری را در زندگی پیدا کردند و از او بهره گرفتند. بگذریم حالا چه عواملی باعث عاقبت به خیری می شود. حالا یک گروه مثل انبیا، یک گروه مثل مخالفین، گروه عاقبت به شر و گروه عاقبت به خیر، ما از کدام مسیر حرکت کنیم تا عاقبت به خیر شویم؟ عوامل عاقبت به خیری را در قرآن، در روایات وقتی بررسی می کنیم این مجموعه است. همیشه عرض کردم در خطبه اول با تکیه به آیات قرآن مباحث پیگیری می شود. قرآن اولین عامل عاقبت به خیری را تقوا می داند و ایمان و پرهیزکاری می داند. سوره مبارکه دخان آیه 51 عوامل عاقبت به خیری را می شمارد. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، زیبایی آن نیست که به شرق و غرب رو آوریم. بر و نیکی و عاقبت به خیری چیست؟ من آمن بالله، یکی از عوامل. والیوم الاخر، ایمان به قیامت. عامل سوم والملائکه. عامل چهارم ایمان به کتاب قرآن. عامل پنجم و نبیین. عامل ششم و آت المال علی حبه ذوی القربا والیتاما والمساکین، به ارحاممان، به نیازمندان، به ایتام، به فقرا خرج کردن. و اقام الصلاة، برپا داشتن نماز. و آت الزکات، پرداخت زکات. وفای بعد، صبر در مقابل مشکلات. و الصابرین فی البأساء و الضراء اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، اینها راستگویانن، اینها با تقوا هستن. انسان با تقوا انسان عاقبت به خیر است. و قرآن می فرماید ان المتقین فی مقام امین، ان المتقین فی جنات و نعیم. پس یکی از عوامل تقواست، پروا پیشه کردن، به همین اهمیت است که حتی در نماز جمعه این برنامه هدایت و عزت و بصیرت و اقتدار در رأس همه امور سفارش به تقواست. دومین عامل تفکر است، اندیشه است، آینده نگری است. اینها نسخه های قرآن است. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذي لا يعقلون، کر و گنگ و کوری که اندیشه نمی کنه، منظور چشم بینا ندارد، گوش شنوا ندارد. چرا؟ چون فکر نمی کند. انسانی که فکر نمی کند و نمی اندیشد عاقبت به خیر نمی شود. آیات فراوان ما را امر به تفکر می کند. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، در راه خدا هم با کمک دیگران و هم به تنهایی باید حرکت کرد. ثم تتفکروا، با اندیشه باید کار کرد. یکی از عوامل مسئله تفکر است. قیام باید همراه با تفکر باشد. همه برنامه های ما باید با اندیشه و عقلانیت باشد. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند فکر ساعت خیر من عبادت سنه، یک ساعت فکر کردن از یک سال عبادت ارزشش بیشتر است. البته بعضی ها متاسفانه به همه جوانب توجه نمی کنن، میگن خب ما عبادت نمی کنیم، فقط فکر می کنیم. نه، همین روایات و آیات که
به تفکر دستور داده، بحث نماز را در اولویت معرفی کرده. علی کل حال یکی از عوامل سعادت و عاقبت به خیری فکر کردن است. اذا قدمت الفکر فی جمیع افعالک حسنت عواقبک، هر کاری کردیم اول فکر کردیم، اگر کار اجتماعی است، اگر کار سیاسی است، اگر کار خویشاوندی است، هر عاملی و هر برنامه‌ای را که دنبال می‌کنیم با برنامه و فکر اگر حرکت کنیم عاقبت به خیری دارد. لیس العباده کثرت الصلاه والصوم، عبادت فقط زیاد نماز خواندن و روزه گرفتن نیست. انما العباده التفکر فی امر الله، عبادت فکر کردن در برنامه های خداست. یکی از عوامل تفکر است. عامل سوم و مؤثر، بزرگ داشتن حق خداست. باید حق خدا را بزرگ بداریم، در مقابل حق خدا برنامه داشته باشیم. امام صادق علیه السلام با عنوان کشاف حقایق در این جهت بیان رسا و کامل دارند. کتب صادق الی بعض الناس، حضرت به بعضی یا نامه نوشتن، دستور کار دادن. ان اردت ان یختم بخیر عملک، اگر دوست داری عاقبت به خیر بشی حتی لحظه قبض روح، و انت فی افضل الاعمال، در بهترین حالات ملک الموت فرشته قبض رو سراغ تو بیاید، فعظم لله حقه، حق خدا را بزرگ بشمار. نماز، امر به معروف نهی از منکر، احترام به والدین، اون چه که حق خداست، حرام و حلال. فعظم لله حقه ان تبذل نعماءه فی معاصی، نعمتها را در معصیت خدا هزینه نکنی. و ان تقتر به حلمه عنك، حضرت فرمود به حلم خدا مغرور نشو. در ادامه نکات زیبایی را حضرت بیان کردند. و اکرم کل من وجدته یذکرنا، هر کس ما اهل بیت را یاد میکنه به او احترام قائل باش. و ینتهل مودتنا، کسی که از محبت و ارادت به ما حرف میزند به او احترام کن، نگو ای راستگو نیست. همین که شعار اهل بیت و یاد اهل بیت را مطرح میکند، حضرت فرمود به او احترام قائل باش. این عامل عاقبت به خیری است. لیس علیک صادقا کان او کاذبا، انما لک نیتک، تو بر اساس نیت خودت پاداش میگیری. و علیه کذبه، یکی از عوامل عاقبت به خیری احترام دوستان حضرات معصومین است. عامل چهارم دوری از گناه است. عامل پنجم انتخاب همنشین است. دوستان انسان، همراهان انسان خیلی در زندگی انسان نقش دارد. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، در بهشت از کسانی که مجرم است سوال می شود، ما سلککم فی سقر، چرا شما جهنم رفتین؟ یکی از جوابهاشان اینه، و کنا نخوض مع الخائضین، ما با انسانهایی که اهل باطل و انسانهای لاابالی بودن با اونها رفت آمد داشتیم. زیاد در این موضوع سخن داریم. پیامبر فرمود المرء علی دین خلیله، انسان بر دین رفیقش هست. فلینظر احدکم من یخالل، ببینین با کی رفاقت دارین. جالس العلماء تسعد، با علما نشست و برخاست کنین، عالم واقعی خوشبخت میشوین. مجالست الحکما حیات العقول، نشستن با خردمندان عقل را زنده می کند، جانها و باطن انسان را شفا می دهد.
یکی از عوامل مسئله انتخاب دوست و رفیق است. حضرت خلیل یک دستوری دارد به عاقبت به خیری، و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. باید کاری کنیم این سرمایه را همراه خودمان حفظ بکنیم. خب تقاضای عاقبت به خیری حتی توسط راسخون در علم، ائمه معصومین به تعبیر قرآن اینا راسخ در علمن، و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. حالا یه بحث مهم قرآنی است در این آیه که میگذرم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، خدایا لحظه دلهای ما را از یاد و مسیر خودت غافل نکنی بعد از هدایت. لحظه به لحظه باید مراقبت داشت تا عاقبت به خیر شد. دو سه تا نکته عرض کنم و زیادتر وقت خطبه اول ایجاب نمی کند. وجود نازنین پیامبر بزرگوار اسلام به عنوان طبیب دوار به طبه، دکتر و پزشک با دارو در خانه ها می رفت، حیات پربرکتش را در خدمت بشریت قرار داد، از جمله عوامل عاقبت به خیری را این گونه معرفی کرد. کسی خدمت پیامبر رسید، عرضه داشت یا رسول الله گناه بزرگی مرتکب شدم. سوال فرمودن چه کار کردی؟ گفت دخترم را زنده به گور کردم. دخترم را زنده به گور کردم. اذا اخبر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا و هو کظیم. پیامبر بزرگوار اسلام وقتی این جمله را شنید، از زبان این قاتل دختر که گفت از شما میخواهم عملی یادم بدهید تا خدای متعال گناهان مرا ببخشد و عاقبت به خیر شوم. حالا پیامبر متأثر شدن بماند، فرمود مادر داری؟ عرضه داشت ندارم. پیامبر فرمود خاله داری؟ گفت بله. فرمود برو به خاله ات نیکی کن. فرمود اگر مادرش بود بهتر بود، چون نیکی به مادر در اثرش در پاک شدن از این چنین گناهان یقینا بیشتر است. این یکی از عوامل عاقبت به خیر است. الجنت تحت اقدام الامهات. ما باید با مادران آینده و مادرانی که الان از محضرشان بهره مندیم با این دیدگاه برخورد کنیم. تکریم، تعظیم، آگاهی آنها، ادب آنها این مسیر هدایت جامعه را فراهم می کند. خدا همه علمای ما را مقامشان عالی است متعالی بگرداند. مرحوم آیت الله بروجردی، این شخصیت بزرگ، در لحظات آخر عمرشان مثل ابر بهار گریه می کردن. می گفت در حالی می روم برای آخرتم کار نکردم و عملی انجام ندادیم. خب خدمات ایشان معروف است. یکی از خدماتشان مسجد اعظم قم، تربیت این همه شاگرد و راه اندازی و مدیریت حوزه کهن قم. شخص به ایشان میگوید آقا شما که خیلی زحمت کشیدین، خیلی کار کردین. ایشان میفرماید خدا عمل را خالصانه قبول می کند. خلص العمل فإن الناقد بصير بصير. و آخرین در واقع نکته را برای تکمیل عرایزم نقل کنم. آیت الله مرعشی رضوان الله تعالی علیه که واقعا از
نخبه ها و از نوادر علمای تاریخ اسلام و پیروان اهل بیت است. در عامل عاقبت به خیری داستانی دارد، میگوید در نجف بودم. ایشان نجفی هستند، مونتا در قم مدفونند و عمری در قم زندگی کردند. تاریخش مطالعه کنین، میفرماید ظهر بود، مادرم و من گفت برو پدرت را صدا بزن تا برای خوردن غذای چاشت بیاید. من رفتم به طبقه بالا، دیدم پدرم در حال مطالعه خوابش برده. نمیدانستم چه کار کنم. از طرفی باید امر مادرم را اطاعت میکردم که پدرم را خبر میکردم و میامد غذا میخورد، و از طرفی میترسیدم بیدار کردن پدرم باعث اذیت خاطر او گردد. بعض وقتا باید از لطافت بهره گرفت. میگوید خم شدم، لبهایم را کف پای پدرم گذاشتم، چندین بوسه زدم. در اثر بوسه های من پدرم بیدار شد، نگاه کرد، پاهایش را بوسه میزنم. صدا زد سید شهاب الدین تو هستی؟ گفتم پدر، بله من هستم. دو دستش به سمت آسمان بلند فرمود خداوند، خداوند دا پسرم را عزت دنیا و آخرت عنایت بفرما، تو را از خادمین اهل بیت خداوند قرار دهد. ایشان در همه خلاصه صحبت هاشان می فرمودن هر چی دارم از برکت همون دعای پدر است که در حق من فرمود. اگر دعای پدری معمولی اینقدر اثر دارد، دعای زهرای مرضیه که مادر است، دعای پیامبر و امیر المؤمنین که فرمود من و علی دو پدر امتی، چقدر اثر دارد. دعای امام زمان چقدر اثر دارد. خدایا عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگرداند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. در آستانه ماه محرم و ماه عزاداری، ماه اقامه مجالس برای سید الشهدا هستیم، ماه که ائمه معصومین نسبت به اقامه عزای امام حسین علیه السلام خیلی حساس بودند، همان گونه که از مجری عزیز شنیدین و اشک و گریه بر ابی عبدالله را با برپایی مجالس سفارش می کردن، می فرمودن ما این مجالس را دوست داریم. لذا در خطبه دوم موضوع بحثم بیشتر همین
جریان و همین برنامه است که در آستانه‌اش قرار داریم. با اینجا و با این بیان بحث را آغاز میکنیم و از اینجا بایدها و نبایدهای عزاداری ابی عبدالله، چه برنامه های را باید در برنامه عزاداری مد نظر داشته باشیم. یک، دستور قرآن این است در سوره مبارکه حج: و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظیم شعائر، بزرگ داشتن شعائر دینی، آن چیزهایی که باعث معرفی دین می شود، این علامت تقواست. تعظیم محرم تعظیم شعائر است، تعظیم عاشورا. برپایی مجالس برای عزاداری و معرفی ابی عبدالله و مکتب ابی عبدالله تعظیم شعائر است، باعث تقوای قلب ها و نشاندهنده تقوای قلب هاست. از اینجا دقت بفرمایین، عزاداری امام حسین توسط تمام انبیا قبل از ولادتش و شهادتش با روضه‌خانه جبرئیل امین برگزار شد. پیامبر بزرگوار اسلام در اون زمان بر عزای حسین گریه کرد. 30 سال قبل از شهادت امیرالمومنین پیامبر بر شهادت علی علیه السلام گریه کرد. این گریه و عزاداری بر امام حسین رحمت الهی است. من علامات شقا، یکی از علامتهای شقاوت، جمود العین، این است که چشم بخیل باشد و گریه نداشته باشد، و قسوت القلب، قلب گرفتار قساوت شود، و شدت الحرص فی طلب الرزق، خیلی انسان دنبال ثروت و مال و خلاصه دنیا باشد، و الاصرار و علی الذنب، اصرار بر گناه. در مقابل اگر چشم انسان سخی باشد و قلب انسان از نرمی و از عاطفه بهره‌مند باشد و انسان در زندگی اهل سخاوت باشد و از اصرار بر گناه دور باشد، اینها علامت سعادت است. علی کل حال، یکی از برکات این مجلس عزاداری و گریه و تقرب به خداست. گریه مثل همه نعمت‌های الهی، مثل خنده، یکی از نعمت‌های الهی است. همان گونه که خنده نعمت است، گریه هم نعمت است. حضرت علی می فرماید: بکاء العیون، گریه چشم، خشیت القلوب، دل خاشع و آماده، من رحمت الله تعالی، ذکر از رحمت‌های الهی است، نصیب هر کس نمی شود. ابراهیم پسر پیامبر از دنیا رفت. لما مات ابراهیم بکن نبی، پیامبر گریه کرد صلوات الله علیه، حتی جرد دموعه علی لحیته، به اندازه ای که عشق پیامبر به محاسن و ریش مبارکش رسید. فقیل له یا رسول الله تنهی عن البکا و انت تبکی، ما را از گریه نهی میکنی و خودت گریه میکنی؟ فقر فرمود: این گریه را من نهی نکردم. فقال: لیس هذا بکا و انما هی رحمه، و گریه ای که به عشق حسین از چشم جاری میشود، و گریه رحمت خداست. گریه سرمایه انسان است در جنگ با دشمن درونی، در برابر لطف بیکران الهی گریه کردن اظهار نیازمندی، ابراز فقر در مقابل غنی مطلق و رسیدن به رحمت واسعه الهی بهترین وسیله است. پس گریه علامت عاطفه و علامت رحمت الهی است.
به همین جا باید بحث را یک مقدار بازتر کنم و بایدها را بیشتر انشاءالله مطرح کنیم. گریه اقسامی دارد. گاهی گریه گریه عاطفی است. در مرگ عزیزان گرستن برای مظلومیت و بیچارگی کسی گرستن ناشی است از عاطفه انسانی. اگر اطفال مظلوم غزه و فلسطین اونگونه میبینیم اشک میریزیم، این عاطفه است. مظلوم دردمند را میبینیم اشک میریزیم، این عاطفه است. انسان باید عاطفه داشته باشد. پیغمبر اجازه داد رخص رسول الله، یا رخص رسول الله صلی الله علیه و آله فی البکای عند المصیبه. پیغمبر برای گریه کردن، برای عزاداری اجازه دادن. پس گریه گاهی از عاطفه است، این گریه ارزش دارد. دو، گریه پیوندی با عهد است. وقتی انسان در مقابل یک شخصیتی، در مقابل یک انسانی با هدف و با آرمانی اشک می‌ریزد، اعلان وفاداری می‌کند، اعلان همبستگی می‌کند، اعلان حرکت در مسیر او را می‌کند. آقا امام صادق علیه السلام بعد از شهادت حضرت زید سوال کردند از کسی که شاهد شهادت و بدار کشیده شدن حضرت زید بود. قال الصادق لابی ولاد الکاهلی، حضرت به ابی ولاد کاهلی فرمود رأیت عمی زیدا، عمویم زید را دیدی؟ پدر حضرت یحیی بن زید، امامزاده ای که در ولایت سرپل مدفون است. قال نعم رأیته مسلوبا، حضرت وقتی او جمله را فرمود این آدم ابی ولاد کاهلی عرض کرد بله آقا دیدم، در حالی که او را خلاصه به دار آویخته بودند. و رأیت الناس بین شامت و بین محزون محترق، بعضی ها او را سرزنش می کردن، طعنه می زدن، بعضی ها محزون بودن و گریه می کردن. این سؤال امام صادق، این جواب ابی ولاد کاهلی. امام صادق فرمود اما الباکی فمعه فی الجنه، اونی که برای عمویم زید گریه می کند او با عمویم در بهشت است. و اما الشامت، اونی که او را سرزنش می کند فشریکن فی دمه، او در خون عمویم زید شهید شریک است. این گریه ها ما را با نهضت ابی عبدالله شریک می کند. یا لیتنا کننا معک فافوز فوزا عظیما، این فوز عظیم نتیجه شناخت و نتیجه اعتقاد است و در همین مجالس این شناخت و این معرفت و این بیداری نصیب انسان می شود. گریه شوق، گاهی انسان گریه می کند، این گریه شوق گریه مثبت است، گریه خوشحالی است به خاطر پیروزی. شنیدن اخبار که انسان را آرام می کند، پیروزی حق بر باطل، حرکت ها و برنامه های روشنگر و حماسی انسان را وادار به اشک شوق می کند، آرامش درون می آورد. گریه خوف یکی از بهترین گریه هاست که انسان به خاطر ترسی از خدا گریه می کند. توبا لصورت نظر الله الیها، خوشا به حال اون صورتی که خدا به او نگاه می کند. تبکا علی ذنب، به خاطر گناهانش گریه می کند، گناهی که هیچ کس جز خدا خبر ندارد، باز هم به خاطر اون گناه گریه می کند. این گریه ارزش دارد. در حالات امام کاظم علیه افضل صلوات المسلین آمده کان یبکی من خشیت الله حتی تخذل لحیته بدموعه، اونقدر از ترس خدا گریه می کرد محاسن و ریش نازنینش گاهی از عشق تر می شد. گریه فراق، در روایات داریم طور زندگی کنیم
اگر بودین در شهر مردم به دیدن و رفت آمد با شما عشق بورزن، اگر از دنیا رفتین در فراق شما گریه کنن. این گریه فراق است، اما گریه نفاق هم داریم. گاهی گریه وسیله است برای رسیدن به دنیا. البته باید با بصیرت تشخیص بدهیم گریه نفاق کدام گریه است. در جریان عاشورا بعد از شهادت آقای امام حسین، لحظه ای که اسرا را از قتلگاه عبور میدادند، خیلی از کسانی که در این ماجرا در لشکر دشمن بودند گریه کردند. این گریه ها گریه های نفاق است و گریه گاهی وسیله می شود. گریه باعث آرامش است. البته او گریه هایی که عرض کردم اقسامش را باید پیدا کرد. گاهی گریه گریه ذلت و شکست است. کسانی هستند که در مقابل خدا قرار می گیرند، در مقابل پیامبر قرار می گیرند. خداوند اینها را به مرحله می رساند که گریه ذلت و شکست می کنند. شما در تاریخ دیدین وقتی ابن سعد گرفتار شد، مختار از او انتقام گرفت، او گریه ها گریه های شکست بود. امثال هم در تاریخ اونهایی که زیر بار حق نمی روند گریه شکست سر می دهند. گریه عقوبت داریم. بگذریم از اینها. اونی که مهم است، مجلس ابی عبدالله علیه السلام گریه دارد که رحمت خدا را جلب می کند. امام صادق فرمودن لو ان باکیان یبکا فی امت لرحمو. گاهی یک گریه کننده در یک امت باعث می شود رحمت خدا شامل حال اون امت شود. گریه از نظر پزشکی و از نظر فیزیولوژی باعث خیلی از برکات است. دانشمندان علم بدن و سلامت تشریح کردن فواید زیادی را برای گریه کردن و اشک ریختن برای صحت و سلامت بدن. من یکی دو نکته را عرض می کنم. زیاد نماز جمعه فرصت نیست. بزرگترین فایده عشق را عالمان ابدان میگویند مرتوب نگه داشتن پرده رویین چشم است. اگر این پرده روی چشم، اولین پرده خشک شود، شفافیت را از دست میدهد و آدمی تبدیل به کوری تبدیل می شود به نابینایی و از دید محروم می شود. عشق این پرده را به شکل عجیب سالم و پویا نگه می دارد. اگر عشق این پرده را سالم نگه ندارد خشک می شود. عشق عمل دیگری هم می کند، آلات تنفس را نرمال نگه می کند و به اصطلاح خودمان روغنکاری می کند. در مقابل که هوا این راه تنفس را خشک می کند. حالا بگذاریم از اون خلاصه شناختای بالاتر که عشق همون خلاصه عوامل است که از قلب انسان حرکت می کند، در مجرا می آید تا می رسد به چشم تبدیل می شود. خدمت شما را که اون خون به عشق او بماند. حالا من در حد پزشکی عرض کردم. به همین دلیل از حیواناتی که در هوای مرطوب زندگی می کنند مثل نهنگ ها، اینها غدد اشکی ندارند. اینها آثار اشک است. شما می توانید با مراجعه به پزشکان آثار اشک را بررسی کنین. علی کل حال برکات اشک فراوان است. امیدوار هستیم که در آستانه محرم مجالس عزاداریمان ما را با معرفت و با بصیرت کند. امام هشتم علیه السلام فرمود
فعلا مثل الحسین علیه السلام فلیبک الباکون، فرمود بر مثل حسین باید گریه کننده ها گریه کنند. فإن البکاء علی یهت الذنوب ذنوب العظام، گریه بر حسین گناهان بزرگ را می آمرزد و از بین می برد. پیغمبر فرمود الا آگاه باشین و صلی الله علی الباکین علی الحسین رحمتا و شفقتا، رحمت خدا شامل حال کسانی می شود که بر حسین گریه می کنند از روی رحمت و شفقت. امام صادق فرمود اگر کسی بر جد ما امام حسین علیه السلام گریه کند گناهانش بخشیده می شود، رحمت خدا شامل حالش می شود. قبل از اون که ذکر مصیبت کنم با آستانه محرم، نکات را عرض می کنم. دیروز به لطف خداوند در همین مکان اون بنری را که شما نمازگزاران می بینین از برنامه دیروز، از همایش بزرگ مبلغین و ائمه جماعات در این مکان برگزار شد، از 9 ولایت افغانستان، از بدخشان، از دورترین ولسوالی های بدخشان که از ولایات شمالی هست تا آخرین نقاط ولایت سرپل، بغلان، قندوز، سمنگان، بلخ، فاریاب، مبلغین و علما شرکت کردند. تشکر می کنم از مسئولین امارت اسلامی، نمایندگان ولایت، مسئولین ادارات مختلف، امر به معروف نهی از منکر، اطلاعات و فرهنگ، معارف، بخش های دیگر که به دلیل زیاد بودن و کثرتشان نمی توانم همه را نام ببرم، شرکت کردند، سخنان مبسوط و مسئولانه را ایراد کردند. آماده می شویم ملت ما، کشور ما، حکومت ما برای استفاده بیشتر از محرم، جهت بیداری، جهت آزادی کشور و آزاد اندیشیدن. من تشکر می کنم از همه علمایی که آمدند. 1200 نفر در جلسه دیروز، شاید بیشتر، شرکت کردند. تقدیر و تشکر از مبلغین، از مسئولین، از کسانی که امنیت مجلس گرفتن. خداوند به دولت و ملت ما انشاءالله عزت بیشتر، روز افزونتر عنایت بفرماید. خب در آستانه ماه محرمیم، انشاءالله مجالس شروع می شود. امیدوارم با ادب، با اخلاص مجالس ابی عبدالله روز بروز گسترده تر و عظیمتر و با تجلیل بیشتر برگزار شود. تجلیل از محرم تجلیل از اسلام است، تجلیل از پیامبر است، تجلیل از قرآن است، تجلیل از عدالت است، تجلیل از انسانیت است، تجلیل از مبارزه با ظلم است. تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! یک جمله ذکر مصیبت، حیف است در برنامه عظیم نماز جمعه در آستانه محرم روزه نخوانم. زخم به جان حسین زخم دل انبیاست، زخم به جان حسین زخم دل عالم است. زیارتنامه داریم به نام زیارت وارث. امام حسین را در زیارت وارث، وارث همه انبیا معرفی کرده. خونی که از گلوی حسین ریخته شد در حقیقت خون همه انبیا است. آقای ما وقتی می آید، فرزند نهم ابی عبدالله، در مکه وقتی ظهور می کند، صدا می زند مردم عالم اون امام را که منتظر بودین منم. الا یا اهل العالم انا الامام المنتظر و انا السمسام المنتقم. خودش فرزند حسین معرفی می کند، این جدی الحسین.
قتلوه عطشانا، جد مرا تشنه کشتن، بدنش را با سم اسبا. خورد کردم. بعد می فرماید جد من حسین را تشنه کشتن. خدا رحمت کنه علمای ما را، مرحوم شیخ صدوق نقل می کند در منابع معتبر، بنده گناهکار را خداوند در آتش جهنم معذب می کند. 70 سال در برزخ می سوخ. می دانین عالم بعد از این عالم، عالم برزخ است تا قیامت. یک وقت خدا به جبرئیل دستور می دهد برو بنده ام را از عذاب برزخی بیرون آور، او را من آمرزیدم. عرض میکند خدایا بندت چه گفت که او را آمرزیدی؟ خطاب میآید از من مهلت خواست. گفت خدایا یک لحظه به من مهلت بده. میگوید به بندم مهلت دادم. وقتی مهلت دادم، عزیزان من دقت کنین، انشالله این سرلوحه کار ما باشه. میگوید وقتی مهلت دادم یک جمله گفت، گفت الهی به حق الحسین. خدا می فرماید دستور میدم او را از آتش بیرون بکن. خدا فرمود من با خودم عهد کردم هر کس مرا به حسین قسم بده، ناامیدش نکنم. خدایا ملت ما، مردم ما، همه انسان‌های گرفتار، مخصوصاً مردم مظلوم غزه و فلسطین را به آبروی ابی عبدالله از مشکلات، از سختی‌ها، از این ظلم و بیداد نجات، مرحمت فرما. خدایا به حق حسین و آرمان حسین عزت و سربلندی نصیب نظام و ملت افغانستان بگردان. خدایا به برکت ابی عبدالله تحول بنیادین و راه تکامل را در مسیر ابی عبدالله فراروی بشریت، مخصوصا ملت و دولت ما قرار بده. فرج آقا و مولای ما صاحب این عذاب رسان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صلى الله عليه وسلم.